دوستان اینجا جمع شدیم تا درباره مشکلات کنگره و راه حل‌های آن گفتگو کنیم. نمیدانم چگونه میتوان خلاصه تر از این مشکلات را بر زبان آورد. هیئت مدیره، مشکل کنونی کنگره در درجه اول شما 9 نفر هستید. راه حلش هم بسیار ساده است. جناب بنایی، جناب عالی میزبانی ناخواسته هستید. اگر واقعا به دنبال حل مشکل هستید، اگر واقعا میخواهید به کامیونیتی کمک کنید، کنارگیری نمایید. هیئت مدیره، تک تک شما در به وجود آمدن این مشکل دست داشته اید. شما هم اگر دلسوز هستید تغییر روش دهید. البته این مشکل اصلی و اساسی نیست، ولی متاسفانه باعث آن گشته که مشکلات دیگر را تحت و شال نمازد. مشکل اصلی این کنگره من و شما هم هستیم که سال یک بار در زمان انتخابات سری به کنگره میزنیم و برای حمایت از دوست و آشنای خود به او رأی داده و باعث انتخاب شدنش میشویم. میرویم و دیگر پشت سر آن را هم نگاه نمی کنیم. مشکل من و شما این که از روی ناچاری و افرادی رأی میدهیم که شناختی از آنها نداشته و فعالیتی از آنها ندیدیم. مشکل شما اعضای مدیره هستید که به جای اینکه اجازه دهید انتخابات به صورت طبیعی صورت بگیرد، از دوست و آشنا میخواهید که فقط برای رأی دادن در آن روز پای صندوق های رأی بیایند. مشکل کاندیداهای امثال آرشام پارسی هستند، آن هم که آنها هم وقتی فقط در روزهای انتخابات سر و کلهشان پیدا می شود و اگر انتخاب نگردند می روند و کاری دیگر با کنگره ندارند. انگاری برای خدمت کردن به کامیونیتی شرط لازمش عضوی از هیئت مدیره کنگره بودن است. جناب تاب محمدی، جای شکی نیست که لازم است با وضع قوانین جلوی تقلب‌ها را در انتخابات گرفت، ولی آن کافی نیست. جناب آموزگار، جناب ارسلان، البته که اساسنامه فعلی خیلی اشکال دارد ولی باید تعریف کند، ولی می‌بینیم که اساسنامه فعلی هم اجرا نمی‌گردد. جناب بیژن، تعداد افزایش تعداد اعضا لازم است ولی آن هم کافی نیست. جناب کاوه شهروز، این هم دروغی بیش نیست که شرایط حقوق بشر در ایران دغدغه و مهمترین موضوع برای ما ایرانیان خارج از کشور می‌باشد که بخواهید آن را محور قرار بده و کنگره سیاسی به وجود آورید. آنکه حقوق بشر درک وجودش شد، دیگر ملیت، فرهنگ، مذهب، زن و مرد، پیر و جوان، سالم و علیل برایش وجود ندارد. متاسفانه حقوق بشر موضوعی گشته که دهی فرصت طلب بتوانند از طریق آن بر سر گور مردگان نوحه‌خوانی کنند و برای خود نام و اعتباری کسب کنند. 3 سال طول کشید تا بتوانیم هیئت مدیره های کنگره را متقاعد کنیم که در جهت حمایت از پناهجویان نامه‌ای به مقامات دولتی بنویسند. زمانی که کاوه عزیز، زمانی که شخص جناب عالی در سمت نایب رئیس کنگره با جیسن کنی وزیر مهاجرت ملاقات کردید، کلمه‌ای در رابطه با پناهجویان ایرانی در کانادا به زبان نیاوردید. مسعود حاجیوند پناهجویی میباشد که حدود 6 ماه است که در بازداشت اداره مهاجرت میباشد. کدام یک از مدعیان حقوق بشری که از آنها صحبت می شود لبتر کرده و یا قدمی برداشتند؟ آرشاک جدایی، خانم سیمادینی که خود مزه تلخ درد پناهجویی را چشیده ای، نه تنها کمکی در ایران نبوده ای، بلکه مشکلاتی هم برای کمیته حقوق بشر در ایران به وجود آورده ای. مطمئنن هر کدام از ما که اینجا در این جلسه هستیم حداقل یک خواسته ای داریم. این خواسته برای ما چقدر اهمیت دارد؟ آیا مایل که برایش قدمی برداریم؟ خواسته ای که ارزش آن را نداشته باشد که در راهش فعالیت کنیم، همون بهتر که اصلا درباره آن حرفی نزنیم. امسال با اینکه یکی از بحرانی ترین سالها بوده، همزمان پربارترین هم بوده است. برای اولین بار کمیته های اجرایی شکل میگیرند. عده‌ای بدون توجه به حمایت و مشکلاتی که هیئت مدیره بر سر راهشان وجود می‌آورد آغاز به فعالیت کردند. کمیته بازنگری اساسنامه، کمیته مشارکت جمعی، حقوق بشر و فرهنگی با همه کم و کاستی‌ها راهی را آغاز کردند که وجودیت و فعالیتشان در رابطه با تغییرات سالیانه در هیئت مدیره نخواهد بود.
کمیته مشارکت جمعی هر چه بیشتر افراد مشارکت جمعی هر چه بیشتر افراد راه حل اساسی نه فقط برای کنگره بلکه برای هم تشکر می‌کنم. سپاسگزارم. من ممنونم که اصلاً وقتی تو پروار بوده، حالا رحم تمام کاریام. نه که روش سوالات در پایان. نفر بعدی خانم خانوشی باقی هستن. سوالات رو پرسش‌ها رو محبت کنید یادداشت کنید.